یه بار دیگه فرصت به سمت دروازه، حرکت خوبه یاران استاد، برمیگردونن از این طرف، حالا یه شوت میتونه کارو سخت بکنه برای ما، این شوت زده میشه و توی دروازه، توی دروازه کاپیتان استاد میزنه و دروازه باز میشه، باز بود راه شوت، باز بود تو زاویه و خوشحالی طرفداران صد قطر در خانه خودشون و پیروزی خانگی اونها در مقابل سپاهان. رحمان احمدی هر چی به بدنش کش داد به توپ نرسید که نرسید. ببینید خلفان توپو میسازه برای بلهادی و او با این ضربه دروازه رو فرو می‌ریزه. من دوخته ای سخت واقعا به سادگی از کف رفت و سپاهان که به سختی به یک مساوی و یک نتیجه و یک امتیاز رسیده بود، اون یک امتیاز رو هم از دست میده. راول هم از اون صحنه فیلمی، عکسی، چیزی داره به حال با موبایلش میگیره. شاد هم داره از صحنه طرفداران تیم اسد عکس و فیلم میگیره. حیف شد واقعا، سپاهان حقش باخت نبود، خوب داشت کار میکرد تو این دقایق. حالا یه خطا به نفع سپاهان، آخرین لحظه های بازی، شاید بتونیم به گل مساوی هم برسیم. جواهر سوکای تو این صحنه ها و تو این ثانیه ها میتونه کمک کننده باشه، او میخواد به بازی بیاد. الان دیگه خوشحاله این مرد، 44 سال است، عرض کردم با تیم FUS رباط تونست جام کنفدراسیون ها رو در سال 2010 در قاره آفریقا ببره. جواهر سوکای جانشین حسین پاپی خواهد شد. هر اتفاقی در فوتبال تو هر ثانیه ای ممکنه رخ بده و چه بسا همین توپ وارد دروازه بشه. نگاه کنید فقط، چشم ها به چارچوب دروازه از صد قطره. در اصفهان طرفداران اصفهانی بیتابن برای اینکه تیمشون بازنده این مسابقه نباشه. محرم چه کار خواهد کرد؟ سابقه گل زدن تو این صحنه ها رو دارن اصفهانی ها. ضربه را به تاج صفی میزنه، به دیوار دفاعی برخورد میکنه. دوباره حالا احتمالا احسان توپو بلند پرتاب خواهد کرد. واقعا بچه های خوب اصفهان حقشون باخت تو این بازی نیست و حداقل یک مساوی لیاقتون هاست در این بازی. دوباره پرتاب برای اونها. ببینید توپ از احسان زده شد، پرتاب به حال انجام میشه، یه بار یه فرصت به سمت دروازه، بالا ضربه نهایی که ثمر بخش نیست و دفع توپ از یاران از صد قطر. 90 دقیقه و 20 ثانیه از نیمه دوم، 45 دقیقه تمام شده و بازی هم در زمانهای تلف شدهش داره دنبال میشه. جلوی بدنش هم نبود، یعنی شاید حتی میتونست هندلام بکنه، چون اصلا دستش بیرون از جلوی بدنش در اومد. یه اخطار همین دروازه‌بان میگیره به خاطر اتلاف وقت. چهار دقیقه وقت اضافه، 3 دقیقه سپاهان الان وقت داره. آسون نیست به گل رسیدنش، ولی غیر ممکن هم نیست. بریم ببینیم در این 3 دقیقه سپاهانی ها چه کار خواهند کرد. سپاه اصفهانی ها به سمت دروازه از صد قطر حمله میکنه. رحمان احمدی نشون از روحیه بالای خودش رو داره، این حرکتش به وسط زمین میندازه. حالا خطرناکه این صحنه، خطرناکه و توی دروازه. یک تیممون میبازه و
در مقابل تیم از صد قطر با 3 گل سپاهان با شکست به کشور باز خواهد گشت. 5 مسابقه دیگه داره. درسته که تلخه این شکست در مقابل قطری ها، اما حتما سپاهانی ها و بازیکن بزرگشون حواسشون هست که 5 مسابقه دیگه در پیش روی دارن. رحمان کارش خوب بود وقتی که اون دیر بزد، ولی به مرکز زمین انداختنش نه خوب نبود و توپ برگشت. تاباتا اینجا دروازه او رو باز کرد. دیگه کاریش نمیشه کرد و واقعا دیگه نمیشه کارش کرد. تیم باخت در حالی که ثانیه‌های پایانی بازی است. یادم میاد تو ژاپن از اصطلاح شوگانای اینجور موقع طرفداران ژاپنی استفاده میکردن که دیگه نمیشه کارش کرد و سپاهان هم باید با همین اصطلاح این بازی رو تمام شده تلقی بکنه تا ببینیم در بازی‌های بعدی چه اتفاقی میفته. الهلال و الاهلی امارات، الهلال عربستان و الاهلی امارات دیگر حریفان تیم سپاهان هستند. راول هم که به جای فوتبال انگار کار تصویربرداری رو دنبال میکنه و صحنه ها و خوشحالی های طرفداران و بازیکن هم تیمیش فیلم میگیره در ورزشگاه. 4 دقیقه هم دیگه رو به اتمامه. آنچه که در اون 3 دقیقه که من عرض کردم باید برای سپاهان رخ میداد به ضرر سپاهان رخ داد و این تیم به حال گل سوم رو خورد و 3-1 در مقابل از صد قطر بازی رو واگذار کرد. صد قطر عرض کردم 3 سال پیش در سال 2011 علارغمی که شایسته هم نبود قهرمان آسیا شد، چون تو مسابقات مغلوب سپاهان شد. این اصلا جدول داشت میگفت، ولی روی کاغذ اون تیم برنده شد و با حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم سپاهان حذف شد، از صد قطر به فینال رفت، در فینال به پیروزی رسید و قهرمان آسیا شد. و الان هم که میبینید اینجا در مقابل سپاهان 3 گل به ثمر رسوند تا 3-1 این بازی رو از سپاهانی ها ببره. آخرین تعویض برای تیم فوتبال از صد قطر انجام میشه. خلفان ابراهیم از میدان بیرون میاد و یوسف به جای او به بازی میره. از 12 امتیاز ممکن فوتبال ایران در این هفته در هفته اول در بازی‌های آسیایی 4 امتیاز فقط گرفت. 3 امتیاز رو تراکتور سازی تبریز می‌گیره، 1 امتیاز رو فولاد خوزستان. سپاهان 3 امتیاز از دست میده و همچنین تیم فوتبال استقلال هم 3 امتیاز از دست داد.